خدایا تو بندگان زیادی غیر از ما داری، اما ما ربی به جز تو نداریم. ما کی داریم دیگه؟ ولی بندگان تو زیادن. چه کسی به سوی تو فرار کرده تو برش گردوندی؟ چه کسی به تو پناه آورده تو پناهندگی بهش نداری؟ چه کسی دستش بلند کرده گفته یا رب یا رب حاجتش چه؟ خطه از تو مسئلتی داشته؟ ولی ما باید خواسته هامون رو دستبندی بکنیم، نه هرچی به ذهن ما آمد از خدا بخواهیم. خواسته هامون رو باید دستبندی بکنیم، چیزهای منطقی و معقول باید از خدا بخواهیم. حضرت ایوب بیمار سخت شد، بیماری پوستی، یه بیمار شفا میخواد، گفت بار الها انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. درسته؟ گفت بار الها، دردشو گفت ولی نگفت دوابم بده. سبحان الله، دستشو بلند کرد، بیماری پوستی، اگزیما و گال نمیدونم فلان و و هرچی که مثل سر سوزن گداخته شده، این شیمی درمانی تو بدنش بوده. دستش بلند کرد گفت بار الها من آسیب دیدم ولی تو ارحم الراحمینی، تو به بندگان ظلم نمی کنی، تو ارحم الراحمینی. اگر من معنیش اینه، اگر رحم تو همینه که من مریض باشم و من شکی تو رحم تو ندارم که ارحم الراحمینی، من صبورم، شفا نمیخوام، اگر رحم تو اینه نسبت به من. حضرت یونس تو شکم نهنگ بود، زندانی شد، وقتی در شکم نهنگ قرار گرفت یک دفعه به خود آمد. خداوند مأموریتش داد بره پیش قومش، اونها رو ارشاد بکنه، هدایت بکنه. کم حوصلگی در آورد، قومش رها کرد، قرعه انداختن به ساحل، سوار کشتی شد، کشتی خراب شد، گفتن یک خطاکار تو کشتی، پرتش کردن چه هر چند بار قرعه مینداختن به اسم یونس در میآمد، انداختنش چه تو دریا. خداوند نهنگ و فرستاد گفت ببلعش. سبحان الله، چند تن آب میبلعه نهنگ؟ آره، یونس هم یک رفت بالا. به مجردی که تو شکم نهنگ قرار گرفت یادش آمد که اشتباه کرده، با یه معذرت خواهی بدهکاره. خودمون چند تا معذرت خواهی بدهکاریم به رب العالمین؟ اون خیلی بزرگواره. اگه کسی گفت بار الله من معذرت میخوام دیگه، به جایی که گوشمالش بکنه نوازشش میکنه و هدیه هم بهش میده. فاولای که یبدل الله سیئات حسنات، نه تنها گناهتو میامرده بلکه گناهای 50 سالت هم تبدیل به حسنه میکنه، به پاداش میکنه برات. از این دیگه کریمتر و بزرگوارتر، سخاوتمندتر شروع نمیریم طرفش. یونس اونجا متوجه شد، حضرت یونس که اشتباه کرده یه معذرت خواهی بده کاره. وقتی که در شکم نهنگ قرار گرفت یونس فریاد زد، گفت دیگه کسی نمیتونه اونو نجات بده. رفت تو اعماق اقیانوس، اون موقع خود دیگه زیر دریایی ها نبود که برن به کمک امداد و نجات، اینطوری نبود که تو اعماق اقیانوس بره. چه گفت یونس؟ لا اله الا انت سبحانك. نجات میخواد یا نمیخواست؟ کسی که داره غرق میشه نجات میخواد، ولی نگفت نجاتم بده، نگفت کمکم کن. خوب دقت بکنید به این معانی، به این باورها. گفت لا اله الا انت، توحید رو دوباره چه بیان کرد با تمام وجودش، لا اله الا انت، هیچ معبودی به حق که سزاوار پرستش باشه نیست به جز انت، به جز توی پروردگار. سبحانک، پاک و منزهید از هر گونه عیب و نقص و هر گونه خطا و هر گونه ظلم به بندگانت.
این نیکن تو من از ظالمین، من به خودم ظلم کردم. سبحان الله، من به خودم ظلم کردم. اصلا تو این آیه تقاضایی هست برای که خدای کمکم کن من از شکم نهنگ در بیار؟ نیست. لا اله الا انت سبحانك اینی کنت من از ظالمین، من از جمله ظلم کنندگان هستم. نگفت کمکم کن. به مجردی که این دعا رو گفت، خداوند رو تسبیح کرد و تقدیس کرد و پاک و منزه شمرد و توحید رو محقق کرد دوباره و اعتراف به کوتاهی و تقصیر کرد که من به خودم ظلم کردم و نافرمانی تو کردم، قومم رو رها کردم، وظیفه‌مو انجام ندادم، رفت تو کما. سبحان الله، همین دعا رو کرد، رفت تو کما. خداوند به نهنگ گفت، به اون مخلوقش گفت بیا در سطح آب، بیا سطح آب، برو تا عمق کم، تا جایی که میتونید. آمد رو سطح آب، گفت حالا یونس رو چه پرد کن به ساحل. سبحان الله، یونس در حال کما بود، وقتی پرد شد به ساحل، آمد به سطح آب، پرد شد، امواجی که بودن مثل این که دو تا دست باشه، یونس رو بلند کردن به ساحل گذاشتن. فانبتنا علیه شجرتا من یقطین. خواب یا واسط ستار خواب. فانبتنا علیه شجرتا من یقطین. وقتی به ساحل افتاد دیگه بدنش خیلی، خداوند یک درخت کدوی رو سرش یقطین آرام شد. بعد خداوند دوباره فرستادش پیش قومش که بیشتر از 100,000 نفر بودن اون زمان و بعد از همدیگه لذت بردن. خدا بهش برکت داد. قدرت باد. خب داشتیم زمین، کوه، آهن، آتش، آب، باد. از باد مخلوقی قوی تر دارد خداوند؟ اصلا کامل بگیم، از آب و ببخشید باد و آب و آتش و آهن و کوه و زمین خداوند مخلوق قوی تر دارد؟ بله. انسان مؤمن که نیتش خالص برای الله و توکلش هم همیشه که و هدفش هم همیشه رضای خداست، اینا رو همه کنار هم جمع بکنی تو انسان مؤمن جمع شده. میدونی کجاست؟ تو همین عصای موسی که زد به آب. آخرین نفر پیروان موسی، قوم بنی اسرائیل از آب خارج شدن، آخرین نفر از سربازان فرعون داخل آب شدن، آب به هم آمد. سبحان الله. الان فیلمای تاریخی درست کردن، حتی کارتونیش هم درست کردن برای بچه ها، داستان نوح، کشتی نوح، داستان موسی، فیلمای خیلی قشنگه. محمد رسول الله چند مدت پیش آخر حال و هوای انسان رو عوض میکنه. کارتونیش هم هست برای بچه ها. سبحان الله، این فیلمای کارتونیش تو ذهن بچه ها نقش میبنده داستان پیامبران. کارت کارش بریدنه، حلقوم اسماعیل رو نبرید. آب کارش غرق کردنه، حضرت موسی رو غرق نکرد، حضرت یونس رو غرق نکرد. آتش کارش سوزاندنه، آتش نمرود را بهر گلستان آفرید. آتش نمرود را بهر گلستان آفرید. قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. اینجا منادی هست، منادا هست، حرف ندا هست. سبحان الله، اون پیام هست، اون ندا هست. خداوند منادی است، منادا آتشه. خداوند با آتش داره صحبت میکنه. قلنا، ما گفتیم، یا نارو، یا نداست. ای آتش ما، ای مخلوق ما، کونی، باش، بردن، خنک و سلامن، معتدل. اگه خنک زیاد بره زیر صفر چه؟ منجمد میشه.
ابراهیم رفت آتش در آمد، سبحان الله، مثل که از تو گلستان در آمده. نمیشه، باور بکنی نمیشه. کارشون سوزاندنه ولی نمیتونه بسوزنه. رو ایمانمون کار بکنیم، رو عقیدمون، توحیدمون کار بکنیم، رو رابطمون با خدا کار بکنیم، خدمت به خلق خدا بکنیم، تواضع داشته باشیم. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه. برمیگردیم به این آیه که امشب در صددش بودیم. وقتی اونها رو در روی زمین متمکن کردیم، قوی کردیم در زمینهای مختلف، بلا فاصله تواضع به خرج میدن. گفتیم یک نماز کامل نشانه سه تا تواضعه. اول قیام الله اکبر، بعد هم میشه تواضع دوم کامل تره. دستش کف دستش میذاره، این پنجه زانوشو میگیره، این دستاش باید راست باشه. در رکوع نباید این دستا خم باشه، اینجا آرنج نباید خم بشه، اینطوری نباید رکوع بکنی. این با کف این دستت قرص زانوتو بگیرید صاف، کمرت کشیده بشه که اگه این لیوان آب رو کمرت بذارن در اثناء رکوع سر نخوره بیفته. این رکوع کامله. رکوع بی‌حوصلگی نه. وقتی رفتی در رکوع میگی سبحان ربی العظیم و بحمد سبحان ربی، اونجا دیگه خودت کوچک میشی. سمع الله لمن حمده ربنا و لک الحمد، میای بالا دوباره میگی الله اکبر، میرید پایین. وقتی دیگه پیشانی به خاک مالیدید به سجدگاه، اینجا پیامبر میگه دیگه حجاب میفته بین عبد و رب. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند نزدیکترین موضعی که بندی نمیتونه از اون نزدیکتر به رب العالمین باشه موضع سجده است. تواضع کامل. حالا وقتی رفتی به پایین و خودتو انداختید به زمین، مناسب اونجا چه تسبیحی است؟ رکوع مال عظمته، ولی وقتی خودتو انداختی به زمین به پایین، از اون بلندی، از اون تبختر، تکبر، خودخواهی و منیتت، اینجا دیگه میگی سبحان ربی الاعلا و به حمده. من کوچکم، افتادم رو زمین به خاطر اون بزرگی خیلی والا و برتره. خدا این تواضع رو نصیب بکنه. و آتا و زکات اگه فردا شب حیاتی بود، انشالله درباره آتا و زکات انشالله با هم دیگه گپ‌های خواهیم زد. خیلی دوستتان داریم، خیلی حوصله کردید. خب جلسه رسمی بود، یه حال هوای خاصی داشت. حالا یه لبخندی هم بزنید. حالیه شما یه لبخندی بزنید، من خوشحال بشم. همه تون، شما پسرم، شما احسن، این سپیدی دندان باید پیدا بشه. لبخند تبسم زمانی که این سپیدی دندان پیدا بشه. سپیدی دندان هم جز عورت نیست. احمد الان دیگه لبخنده اصلیشو الان زد. این نیمام الان داره لبخنده اصلیش میزن. خیلی عزیزید، همه تونو به خدا میسپارم. اجرتون با خدا باشه. جزاکم الله خیرم. از حوصلتون تشکر میکنم. التماس دعای خیر از همه تون دارم. خدا یار و نگهدارتون باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.